گوگل علاوه بر اینکه موتور جستجوگر بسیار خوبی است، در زمینه به تصویر کشیدن داده به کمک اسپردشیت هایش هم فوق‌العاده است. اسپردشیت گوگل یک اپلیکیشن اینترنتی است که به شما اجازه می‌دهد اسپردشیت درست کنید. داده هایتان را روی اینترنت به اشتراک بگذارید. این اپلیکیشن شبیه صفحات اکسل و CSV یا همان کاما سپریتد والیوز است. برای هر نقشه تنها دو ستون لازم خواهید داشت. یک ستون برای نام کشور یا منطقه و دیگری برای وارد کردن یک عدد. نام کشور می تواند هم به صورت حروف مخفف و هم به صورت کامل نوشته شود و در هر دو صورت اسپردشیت گوگل با آن کار خواهد کرد. وقتی نموداری انتخاب می کنید که با داده هایتان همخوانی ندارد، گوگل شما را راهنمایی می کند و به شما می گوید که چرا آن نمودار به کارتان نمی آید. اول بعد از طبقه بندی داده ها در اسپردشیت، داده ها را با علامت گذاری مجدد انتخاب کنید. سپس روی Insert Chart کلیک کنید. از فهرست نمودارها یکی را که به کار داده هایتان می آید و کار با آن آسان است را انتخاب کنید. سپس روی Customize کلیک کنید. بعد برای نمودارتان اسمی انتخاب کنید. در نموداری که راهنما نیاز دارد جای آن را مشخص کنید. بعد از آن اگر نمودارتان محور دارد برای محورهایش اسم انتخاب کنید. سپس رنگ‌ها را تنظیم کنید. در این مرحله به این می‌پردازیم که ما باید نمودار را در جایی ذخیره یا مستقیماً منتشر کنیم. می توانید آن را به عنوان تصویری ثابت و بدون تغییر ذخیره کنید. گزینه دیگر این است که آن را در قالب تصویری تعاملی و قابل تغییر منتشر کنید و برای انتشار آن رمز یا کد جاسازی شده یا همان امبدد کد را در آن بگنجانید. حالا بگذارید آنچه در نکات قبلی به آن پرداختیم را به کار ببندیم و با استفاده از اسپردشیت های گوگل یک نمودار نقشه‌ای طراحی کنیم. باید داده ها را انتخاب کنیم. مثلا داده های مربوط به میزان تولید ناخالص داخلی در سراسر جهان. چنین داده هایی را در وبسایت رسمی بانک جهانی پیدا خواهید کرد. وقتی اسپردشیت مقابلتان باز است، دکمه اوپن را انتخاب کنید. سپس آپلود را بزنید و بعد دنباله GDP یا همان CSV را انتخاب کنید. سپس با علامت گذاری مجدد داده ها آنها را انتخاب کنید. حالا وقت آن است که نقشه تان را انتخاب کنید. با دو نوع نقشه طرف خواهید بود. نقشه حرارتی یا همان هیت مپ و نقشه حبابی. برای نمایش توزیع آماری داده های تان می توانید به کمک بازی با رنگ ها و تغییر آنها پیش بروید. اولا اگر مثلا رنگ سبز را انتخاب کنیم، برای نشان دادن میزان تولید ناخالصی های داخلی در هر کشور می توانیم برای کشورهای دارای بالاترین میزان تولید ناخالص داخلی از سبز پررنگ تر استفاده کنیم و کوچکترین اندازه های تولید ناخالص داخلی را با سبز کم رنگ نشان دهیم. همچنین می توانیم رنگ مناسب برای خط چین های پس زمینه را انتخاب کنیم. Thank you.